با عرض سلام خدمت عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری امشب را با قرائت فاتحه ای آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف، بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، وتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر، خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العلي العظيم. آیات شریفه بود از سوره مبارکه قمر. قمر به معنی ماه، و ماه یک جرم سماوی، یک جرم کیهانی که در فضا به گرد زمین میچرخه و به یک اعتباری میشه گفت که نزدیکترین جرم کیهانی به زمین در فضاست، که با زمین یک سیستم کیهانی درست میکنند که تابع قوانین مکانیک سماویه. در اینجا قرآن بحث انشقاق قمر رو مطرح میکنه، انشقاق ماه رو مطرح که تابع قوانین مکانیک سماویه.
قوانین طبیعی، قوانین فیزیکی، قوانین آستروفیزیکی. می‌فرماید انشق القمر، یعنی زمانی که ماه دچار فروپاشی میشه، دچار انشقاق میشه، شرایطی پیش میاد در این سیستمی که تحت تابعیت مکانیک سماویه که اون توازنی که اون تعادلی که بین دو نیروی متقایر، نیروی سانتریفیوژ و نیروی سانتریپت که دو نیروی متقایرند، باعث میشه که ماه و زمین یک سیستم کیهانی درست بکنه و وقتی که این تقارن به هم بخوره، نظام برپا شده به واسطه این دو نیروی متقایر به هم میریزه و این سبب انشقاق ماه میشه و از نظر قوانین فیزیکی این مقوله محاسبه شده است، یعنی زمان مشخص داره، یعنی در یک زمان مشخصی این واقعه به وقوع میپیونده و زمانش هم مشخصه و قرآن بهش اشاره میفرماید و میفرماید اقتربت الساعه، یعنی اون لحظه‌ای که لحظه انشقاق ماه، وقتی که فرا برسه ماه دچار فروپاشی میشه. نکته بسیار مهم در این آیه شریفه اینه که فروپاشی و انشقاق ماه رو تابع قانون مکانیک سماوی که حاکم بر طبیعت در فیزیک نیوتونی بیان میکنه، یعنی فعل رو به صورت مجهول بیان نمیکنه، نمیگه ماه فروپاشیده میشه، میفرماید ماه فرو میپاشد، یعنی به صورت مجهول نیست، به صورت معلوم، یعنی خود ماه فرو میپاشد. این نکته بسیار قابل توجهه. در آیات شریفه وقتی میخواد یک مطلبی رو بیان بکنه که خارج از مجاری طبیعی به وقوع میپیونده، فعل رو به صورت مجهول صرف میکنه، یعنی فعل رباعی مجرد زلزله، یعنی دچار لرزش شدن، لرزیدن، ارتعاش پیدا کردن. قرآن مجید نمی فرماید اذا زلزلت الارض، اینجوری بیان نمی کنه، می فرماید اذا زلزلت الارض، نمیگه وقتی زمین به لرزه در بیاد، میگه وقتی زمین به لرزه درآورده بشه. این دوتا با هم خیلی فرق. اگر زمین خودش دچار لرزه بشه، یعنی زمین لرزه دست بده، این یه امر طبیعیه. در این صورت میگن اذا زلزلت الارض، یعنی زمین به لرزه در اومد، هنگامی که زمین به لرزه در اومد. اما وقتی گفته میشه این یعنی یه امر طبیعیه، زمین، کره زمین به دلیل اینی که سطوح جامدش روی لایه‌های مذاب قرار داره و این لایه‌های مذاب تلاطم‌هایی داره، در نتیجه ایجاد زلزله میکنه در سطوح جامد.
یعنی دائم سطوح جامد زمین یعنی قاره ها و بسترهای زیر اقیانوس ها و دریاها در اثر تلاطمی که در اثر چرخش زمین روی لایه های مذاب زیر این سطوح جامده ایجاد میشه دچار لرزه میشه دائم. این یه امر طبیعیه که برای کره زمین اتفاق میفته. اما وقتی که یک زمین لرزه ای اتفاق میفته که ناشی از این قوانین طبیعی ناظر بر زمین نباشه، بلکه یه دست دیگری ایجاد زلزله بکنه، در این صورت خود زمین نیست که میلرزه، عاملی زمین رو به لرزه در میاره. به این ترتیب از فعل مجهول استفاده میشه، ادا زلزلت الارض و زلزال، وقتی زمین رو به لرزه در میاره، وقتی زمین به لرزه در آورده میشود. اون یه عامل خاصه که دخالت میکنه برای که زمین رو به لرزه در میاره. مثلا جبار رو مسند خودش نشسته و تصور میکنه که مسندش استواره، یک دفعه یکی عاملی دخالت میکنه و زمین رو زیر پای جبار به لرزه در میاره. این عامل طبیعی نیست، این عامل ماورایی. این واقعه که به وقوع میپیونده واقعه عادی نیست، واقعه خارق العاده است. اگر بفرماید دکت الارض دکن دکا، یعنی زمین تکون میخوره، یعنی خودش تکون میخوره. چه تکون خورده؟ ولی وقتی میفرماید ادا دکت الارض دکن دک، دکت الارض یعنی مثل این که یه نفر بشینه و یه گهواره رو به حرکت در بیاره تکونش بده، این میشه دکت الارض، یعنی خارج از مجاری طبیعی یه دستی زمین رو مانند گهواره یه دفعه شروع کنه به تکون دادن. اینجا خارج از مجاری طبیعی و این رو داره الان قرآن داره بیان، به این امر داره اشاره میکنه در مورد وقایع خارج از مجاری عادی فیزیکی و طبیعی. یه زمانی میرسه که ماه به طور طبیعی دچار انشقاق میشه، این تابع قوانین طبیعیه، تابع قوانین مکانیک سماویه، معادلاتیه که ریاضیدانانی مانند اسحاق نیوتن روشنش کردن، بیانش کردن در فیزیک کلاسیک، در آستروفیزیک توضیح داده میشه. این سوره قمر آیه اولش به این امر اختصاص داره. اما یک زمانی هست که امر خاصی باید به وقوع به پیونده و خارج از مجاری عادی بعد این اتفاق بیفته. وقتی زمین مانند گهواره به لرزه در آورده می شود، گهواره مانند تاب به طور خود به خودی حرکت نمی کنه، دارای یک بالانس و یک توازنی، اگر به حرکت در بیاد یعنی یک نیروی داره اینو حرکت میده. اینجا گفته میشه وقتی گهواره به حرکت در آورده شود، گفته نمیشه وقتی گهواره حرکت میکنه، چون گهواره خودش حرکت نمیکنه، گهواره رو به حرکت در میادن. یه موقع اون دستی که داره گهواره رو تکون میده دیده میشه، یه موقع یه دست
نامرئیه که گهواره رو برمی‌گردن. و چی میشه اون وقت؟ می‌فرماید خوش شعا ابصارهم، یعنی اون آقایی که رو مسند خودش نشسته، اون آقای جبار که اونجا نشسته و به خیال خودش داره همه چیز رو کنترل میکنه، بر همه چیز نظاره داره میکنه، همه چیز زیر اشراف سیستم های اطلاعاتی و امنیتیش قرار داره، یک دفعه میبینه زیر تختش داره میلرزه. اینجاست که قرآن میفرماید خوش شعا ابصارهم، یعنی یه دفعه چشمها در پلک ها خیره میشه، خیره و حدقه ها باز میشه، یک حالت خاصی ایجاد میشه که دیگه عضله های حدقه چشم و عضله های خود چشم اختیار رو از دست میدن، یه حالت عصبی ویژه‌ای به وجود میاد که این مکررن در قرآن مورد اشاره قرار گرفته. گویی چشم ها از حدقه ها بیرون زده میشه. خوش شعا ابصار، این به سبب کثرت خشوعی که حاصل میشه، یعنی اون جباری که نشسته یه دفعه میبینه هیچ گونه امکان مهار و کنترل شرایط رو نداره، از دستش در رفته و باید خاشع بشه، سر فرود بیاره در برابر اتفاقی که داره میفته و اختیار رو از دست اون داره خارج میکنه. و چه اتفاقی اون وقت میفته برای اون جبار؟ یخرجون من الاجداث، اینجا اجداث معنی میکنند به قبرها، به گورها، ولی معنی واقعیش گور تنه، گور بدنه، مرقد خود بدنه، یعنی در این لحظه روح و پریسپری یعنی بدن برزخی ترک میکنه بدن مادی رو، از جسم میاد بیرون. و قرآن مثال میزنه، میفرماید که انهم جراد منتشر، درست مانند زمانی که یک دفعه پروانه از پیله خارج میشه، ملخ از جلد خارج میشه، جلد باز میشه، ملخ از توش میاد بیرون، پروانه از توش میاد بیرون. همین واقعه برای جسم عنصری اتفاق میفته و جان اون رو ترک میکنه و روح اون رو ترک میکنه و بدن برزخی اون رو ترک میکنه. کأنهم جراد منتشر، تا حالا جبار رو تخت خودش نشسته، همه چی یه دفعه مانند ملخی که از جل خودش بره بیرون، بیرونش میکنه اول و این میبینه، مرگ رو به چشم خودش میبینه که به سراغش داره میاد. اینه که میفرماید بسود چنگش و فرسوده گشت دندانش، چو تیز کرد بر او مرگ چنگ و دندان را.
این لرزه وقتی ایجاد میشه، به قدری شدت داره که روح رو، جان رو از جسم به بیرون پرتاب میکنه، مانند منجنیقی که یک سنگی رو به بیرون پرتاب کنه، به نقطه دیگری پرتاب کنه. این لرزه وقتی دست میده به این ترتیب آمده و هر لحظه ممکن اینطوری به وقوع بیفته. پس وقتی میگه اذا زلزلت الارض و زلزالها، یعنی چی؟ یعنی وقتی زمین، سرزمین جسم هر کسی به لرزه در بیاد، جانش، روحش، بدن برزخیش به بیرون پرتاب میشه و اخرجت الارض و افعال، و زمین بیرون میندازه. اخرجت الارض، اخراج میکنه از خودش، خارج میکنه از خودش، از خالها، اون سقلهایی رو که در درونش قرار داشت، چون بدن برزخی دارای یه وزنی، وزن داره. کسی که از دنیا میره، بدنش که روی یک میز مخصوصی هستش که مانند ترازو عمل میکنه، وقتی که میمیره بدن سبکتر میشه، وزنش رو تا اندازه ای از دست میده، چون ثقل ازش بیرون رفته. بدن برزخی که یک سیاله نامرئیه، این دارای وزن. این لرزه وقتی دست میده، بدن برزخی همراه با جان و روح به خارج از بدن پرتاب میشه و اخرجت الارض، پرتاب میکنه، اخراج میکنه به بیرون ثقلهای خودش. یعنی آدم که الان توی بدنشه، یک دفعه وقتی این حالت ایجاد میشه، اون جبار نشسته، یک دفعه میبینه بین زمین و هوا معلق. میگه چه اتفاقی افتاد؟ من اینجا چیکار میکنم؟ و قال الانسان ما لها، میپرسه که چی برای من پیش اومد؟ من که تا حالا رو تخت و حکمرانی و جباری نشسته بودم، الان چطور زیر پام خالی شده؟ دارم در خلأ معلق میزنم و به قعر دوزخ دارم سرنگون میشم، چطور شد که اینطوری شد؟ و قال الانسان ما له یومئذ تحدث اخبار، این همون مبحثیه که بارها حدیثش بیان شده بود، خبرش بیان شده بود، الان به سر این جبار. این جبار یه ساعت پیش همه داشتن مجلسش میگفتن، و یک ساعت قبل وقتی راه میرفت همینجوری دوبار صف میکشیدن، راه براش باز، تعظیم میکردن، تکریم میکردن. یه دفعه چی شد؟ اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اذا دکت الارض دکا دکا،
اون حرکت غیرعادی، اون لرزه غیرعادی یک دفعه پیش میاد. کاملا مشخصه که اون بدن وقتی ملخ از توش میاد بیرون، ملخ پوست میندازه، هر چند وقت یه دفعه پوست میندازه، از توی جلد خودش بیرون میاد، پرواز میکنه میره و این جلد باقی میمونه، همینجوری به دیوار چسبیده باقی میمونه. کاملا این جسم، این جلد عنصری مانند خود ملخه است، ولی الان خالی شده، اون ملخه رفته، ملخه از بین نرفته، ملخه داره پرواز میکنه، این خالی مونده. قرآن خروج انسان رو از جسمش درست مانند به درست تشبیه میکنه به خروج ملخ از بدنش وقتی پوست میندازه، وقتی جلد میندازه. اینها جانورانی هستند، مار پوست میندازه، از بدنش میاد بیرون، از جلدش میاد بیرون، ولی به راهش ادامه میده، هست، از بین نمیره. به این ترتیب تشبیه میکنه، فقط مار قدرت پرواز نداره ولی ملخ داره. این جانورانی هستند، حشراتی هستند که پوست میاندازن، پوستشون میمونه، خودشون میرن، هستن و ادامه میدن. ولی به چه صورت ادامه میدن؟ یعنی این منجنیق وقتی پرتاب میکنه پریسپری رو به خارج از بدن عنصری، به کدوم سمت پرتاب میکنه؟ به سمت اعتلا و عروج پرتاب میکنه یا سرنگون میکنه در چاهسار دوزخ؟ فوق و تحت، بالا و پایین، به کدوم سمت پرتاب میکنه؟ و قرآن اینجا نمونه های زیادی ارائه میده. اینها قوانینه، ما قوانین زیست شناسی رو باهاش آشنا هستیم. زیست شناسی از یه نقطه آغاز میشه، از تولد آغاز میشه، از تکوین نطفه آغاز میشه تا مرگ. این مقوله زیست شناسی. اما که مقوله جانورشناسی، اما مقوله علم و روح چیز دیگه ایه. یعنی به این نقطه ای که زیست شناسی متوقف میشه، متوقف نمیشه. زیست شناسی با ماده عنصری بدن سر و کار داره، اما این مقولاتی که در قرآن مجید بیان میشه فقط به این نقطه آغاز و نقطه پایان، این طول خط محدود اختتام پیدا نمیکنه، بقیه شده رو قرآن تعریف میکنه. چون این لرزه هر لحظه ممکنه پیش بیاد و جبار متوجه نیست. فکر میکنه این لحظه قدرتی که درش مستقر شده ابدی، اینطوری نیست. اقتربت ساعت و انشق القمر، وقتی یک جرم کیهانی به عظمت ماه متلاشی میشه و فروپاشیده میشه مانند بی نهایت اجرام در کیهان که نیست و نابود میشن، غبار فضایی میشن، انسان چطوری میتونه بی توجه باشه نسبت به اعمالی که انجام میده و فرجام سیاه که در انتظارش وقتی
ظلم و جور میکنه به دیگران، اون لحظه که زمین زمین جسمش به لرزه در میاد و موقع به بیرون پرتاب شدنش فرا میرسه. به همین دلیل میفرماید و لقد ترکناها آیه، اینها نشانه های نمونه های مستند های فهل من مدکر، برای کسانی که تذکر بگیرند ازش، آیا کسی هست که متذکر این امر بشه؟ از این نمونه هایی که در برابر نظر ما اتفاق میفته، یه جباری الان همه دارن برایش سر خم میکنن، تعظیم و تکریم، نیم ساعت دیگه نیست اصلا. این سبب تنبه دیگران نمیشه که میخوان پا در راه جباریت بذارن، همینجوری بی اعتنا باز دوباره به همین ترتیب. اینا وقتی قرآن مجید میفرماید و لقد ترکناها آیت فهل من مدکر، این نمونه ها زیاده. اون کسی که اندرز میده و نصیحت میکنه توجه ما رو به این نمونه ها جلب میکنه. ماه یه روزی فرو میپاشه میشه غبار فضایی مانند این که نبود، جسم ما هم یه روزی فرو میپاشه و میشه غبار، غبار را مثل این که هرگز تکوین پیدا نکرد، ولی ما باقی میمونیم مانند ملخی که از جسمش میاد بیرون، از جلش میاد بیرون، پوست میندازه و به راه خودش ادامه میده، پرواز ادامه میده. اما به کدوم سمت و سو؟ این بحثی که قرآن مطرح میکنه، به کدوم سمت و سو ساقط میشه یا اوج میگیره؟ و ما میخوایم ساقط بشیم یا میخوایم اوج بگیریم؟ برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم قربان. دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضا باید زدن، دست دل در دامن آل ابا باید زدن، لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم، بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنن، دمز و صاف ولایت با ولا باید زدن، با لوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم، تبل و در زیر گلیم و خرچه را باید زدن، جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی، لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار،
این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، نفس خیر المرسلین است آن ولی کردگار، لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی لا فتی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لو فتا لو فتا لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار، لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار، لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار. برادر مکرم سعید خان گودرزی فاتحة الاولیا رو قرائت کنید. چشم قربان. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا، علل خصوص خاتم انبیا و ائمه خدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر، و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاصل و الزمان عجل الله تعالی فرج الشریف، و از جهت ازدیاد و قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین، خصوصا حضرت آقای درویش وارسته، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی و ازدیاد ذوق و شوق فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی مجذوب علی شاهی، الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری در اینجا اختتام پیدا کرد. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم آدم آمد، دم دم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا را هم دم آمد، هوا همدم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا را همدم آمد، هاهو 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 هاهو.
خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله تا مجلس تقدیراتی در پناه خداوند بزرگ قادر متعال سلامت معید و موفق باشید. از همه شما التماس دعا دارم و دعا شما است. انشاءالله خدا میبرد.